بسم الله الرحمن الرحیم. کوکی رو میشناسین که کوکی چی هست؟ بگین چه کاربردی داره، چی هست؟ کوکی استاد در حقیقت یک تکست ساده است که از طرف سرور جا میشه و به کلاینت سین میشه که بعد ذخیره میشه در براوزر، ولی ذخیره بعد چیزهای مثلا پاسورد میشه. آفرین. خب وقتی میگین ذخیره میشه، گفتین که تکست است و مطمئنم که تکست است، این در حقیقت استرینگ است و این ذخیره میشه. وقتی که ذخیره شد به چه شکل ذخیره میشه؟ اما عادی بسیار ساده بگین، ده کار به پی اچ پی نداره. هر وقت شما یک نوشته ذخیره میکنین، خود در قالب چی ذخیره میکنین؟ جان نمیخوای یک فایل دیگه سایز. پس در حقیقت شما اینو میگین، کوکی رو شما گفتین تکست، درست هست، اما کوکی در حقیقت فایل است، درست؟ که در داخل اون فایل بازم اون تکست موجود است. کوکی یک سیمپل تکست فایل است، اینو باید بدونین. سیمپل تکست وقتی میگیم تکست هست، خب مطمئنا محتواش فقط نوشته بودن میتونه، خب میدونیم که اعداد هم جمله تکست میان و همچنان سیمپل تکست هست، یعنی فقط استرینگ ساده داشته میتونین، دیگه فرمتی که برش بتین یا مثال یک فایل ورد و یک اپ ها اصلا بودن نمیتونه، فقط سیمپل تکست هست. از طرف سرور در کامپیوتر کلاینت ذخیره میشه و هر باری که در حقیقت کلاینت درخواست میکنه، اما صفحه از سایت ما را سایت ما باز میشه، سرور تکست او یا کد او رو میفرسته برای کلاینت و در حقیقت در براوزر کلاینت او کوکی ساخته میشه و در کامپیوتر خودش، در هارد دیسک خودش ذخیره میشه. و بعد از این هر باری که دوباره وبسایت ما رو باز کنه، هر باری که بخوای ریکوست خود رو آن بکنه، اگر کوکی وجود داره، کوکی رو هم به همراه ریکوست خود میفرسته، دوباره او رو به سرور میفرسته برای ما. خب ما مطمئنه که میتونیم به خاطر ذخیره کردن دیتا ازش استفاده بکنیم سیز، و یک کدام نوع دیتا میباشه؟ همش یوزر دیتا است، یعنی میتونیم بهش بگیم یوزر انفورمیشن است، در حقیقت معلوماتی در مورد خود یوزر، مثل که همسوی نگم یوزرنیم پسورد ذخیره کنیم، یکان کانفیگوریشن تنظیمات که انجام داده، یکان موضوعات ممکنه ما به سلیقه خودش در وبسایت ما نیم که انتخاب کنه، رنگی عکسی فونتی چیز را خود شخص کاستماایز کرده، اونو تنظیمات ذخیره میکنیم که دوباره وقتی شخص خواست داخل بشه ضرورت نباشه کل اون تنظیمات از سر انجام بده. این شما از این طریق میتونید امکانات ذخیره سازی معلومات در کامپیوتر خود شخص فراهم بکنیم. صحیح است؟ این نکته یادتون باشه. و دیگه یکی، وقتی میگیم که کوکی یک سیمپل تکست فایل است، باز به این فکر نباشین که البته ما این فایل می سازیم. نه، هرگز ما این فایل نمی سازیم، ما کد مربوطش اینجا می نویسیم به زبان پی اچ پی که او کوکی را بسازه. هر آنگاهی که یوزر درخواست کرد وبسایت ما باز شد، او لحظه سرور در قدم آپاچی یا اس وب سرور او کد ها رو میفرسته، در کمتر کلان که رسید کوکی ساخته میشه. این به این معنی نیست که کوکی را فایلش ما می سازیم، نه خیر. خب یکان لیمیتیشن هاست در مورد کوکی، باید این لیمیتیشن رو باید داشته باشین، چون بعدا براتون مشکل ساز نشه، اینا رو باید بدانین. او یکی در مورد سایز کوکی است و یکی در مورد تعداد کوکی است. هر وبسایت بیشتر از 20 کوکی را نمیتونه در کامپیوتر شخص ذخیره بکنه. شما نمیتونین که بیشتر از 20 کوکی در کامپیوتر شخص با وجود برین. یک سایت مثال یاهو تا 20 کوکی اجازه داره، اما بیشتر از اون ساخته نمیتونه و مطمئنا شما هم. و هر کوکی، هیچ کوکی، هر کوکی سایزش باید کمتر از 4 کیلوبایت باشه. نمیتونین بسیار کوکی های بزرگ بسازین و بسیار دیتای طولانی رو در این ذخیره بکنین، حتی به ام بی نمیرسه، فقط 4 کیلوبایت. شاید بگین خب بسیار کم است، بسیار ناچیز است، حتی ما عکس ذخیره کردن نمیتونیم. مطمئنا که نمیتونیم، چون گفتیم تکست فایل، ایمیل ذخیره کردن نمیتونیم. و برای تکست میفهمیم که 4 کیلوبایت هم بسیار زیاد است. ما میخوایم یک یوزر نیم، یک پسورد، یک کلمه، یک جمله دیگه نهایتا ذخیره کنیم. و همیشه اگر ببینیم بعدن حالا خوشا تصور کنین تو نیست، ولی بعدن میبینی که از حد نیاز هم زیادتر است و معمولا از این بیشتر نمیشه. فرمت کوکی ها همیشه به این شکل است، یک نام مساوی به یک مقدار، درست؟ در تمام در واقع سیستم عامل ها، در تمام براوزر، فرمت اصلی کوکی به این شکل است، یک نام مساوی به یک مقدار، که این نام مطمئنا آپشنال است، این نام اختیاری است، این نام شما تعیین میکنین و ولیو هم مطمئنا هر چیزی بوده میتونه که ذخیره میکنین. و بر علاوه ای به ادامه، همیشه کوکی یک اکسپایرشن دیت هم داره، امکان نداره که کوکی بدون اکسپایرشن دیت وجود داشته باشه. کوکی رو همیشه یک تاریخ انقضا براش میتین که تا چه وقت این فایل در کامپیوتر شخص موجود باشه، و وقتی که این تاریخ پره شد، خود به خود کوکی از بین میره. سایز این اختیاری است، حتی ممکنه شما 10 سال 100 سالی را تعیین بکنین، این کاملا به دل شماست، ولی باید تعیین کنین. و اگه تعیین نکنین، یک در حقیقت مشکلی پیش میاد که مشکل چند لحظه بعدتر براتون میگم. خب یک نمونه شو ببینیم با اینکه من فکر میکنم تمپ در حقیقت براوزر من
هیستوری رو پاک کردم، خب شاید باقی مانده باشه. هر براوزر که شما استفاده میکنین یک بخشی برای منیجمنت کوکی ها داره که کوکی ها رو ببینین، دیلیت کنین، محتواشون رو بخونین. در کروم میتونین بیاین در بخش سیتینگز و اینجا تایپ کنین کوکی که براتون چی رو بیاره، بخش کانتنت سیتینگ، در بخش کانتنت آل کوکی اند سایت دیتا رو باز کنین. وقتی که باز کنین لیستی از تمام وبسایت هایی رو میاره که در کامپیوتر ما کوکی رو ذخیره کرده. ببین مثال این وبسایت abmr.net یک کوکی، در حالی که سایت دیگه مثل ad4game 11 کوکی رو کمتر ما ذخیره کرده، کوکی متفاوت. ولی اگه ببینین نباید این هیچ وبسایتی بیشتر از 20 کوکی رو اینجا ذخیره کرده باشه که اجازه برشان داده نمیشه. البته نیاتون باشه که این چیزی که براتون گفتم یک در حقیقت قانون هست اما یک استاندارد 100% نیست. مثال فعلا تا آخرین باری که من شنیدم یعنی مطالعه میکردم 4 کیلوبایت ممکنه بن ضرورت بشه به سایزی بالاتر ببرن و به همه براوزرها بقبولانن و بفهمونن که بیشتر از 4 کیلوبایت هم اجازه بده. و میتونید میگیم نهایت 20 کوکی حد اعظمیش است. اینجا فکر کنم من بیشترین 13 را دیدم. از بیشتر دیدین شما؟ بیشتر از 13 دیگه نبود. دیگه از نهایت 20 تا فکر میکنم بیشتر نمیشه. خب یک سایت مشهور را پیدا میکنیم مثل گوگل یا یاهو یا فیسبوک. خب ببین از خود سایت یاهو اصل دومین اصلی سایت یاهو 13 کوکی، اما از بخش ایمیل 3 کوکی ذخیره شده و مطمئن هستم چون من یوزرنیم پسورد مد سایت یاهو ذخیره کردم، یکی از این کوکی ها حتما پسورد من هست. دیگه تو با معلومات دیگه است، ایمیل سرچ است، فلان است، فلان. در بخش سایت اصلی یاهو میایم و اینجا کوکیش رو براتون نشون میده. درست اما 13 کوکی که بود این هر کدوم نام کوکی است، نام یک کوکی SSL است، نام یک کوکی F است که را یاهو به اختیار خود به دل خود قرار داد. بالا هر کدوم کلیک کنید نامش کانتنت شه براتون نشون میده. این کانتنت اونم ولیوی است که وب دیزاینر یا پروگرامر داخل کوکی ست میکنه، ذخیره میکنه. و مطمئنم شما اگه در وبسایت های رسمی معتبر مثل یاهو، گوگل و ازو که پوینتر هم ببینین هیچ وقت این پلین تکست ذخیره نمیشه، همیشه این رو انکریپت میکنن. میبینین الان یه چیز بی‌معنا است برای ما ولی در حقیقت انکریپت شده و یک مفهوم بسیار مهمی برای یاهو داره ولی قابل خواندن برای ما نیست. ولی ان شاءالله همین چند دقیقه بعدتر ما کوکی میسن پلین تکست ذخیره رو به شما میگم که عینه ولی اون رنج برتون نشون میده اگر انکریپت نشده باشه. از کدام دومین است؟ yahoo.com. از کدام بخش سایت یاهو بوده؟ از سلش. به شما میگم این سلش یعنی مین دایرکتوری، از دایرکتوری اصلی. برای کدام کانکشن ها ارسال میشه این کوکی؟ پس دوباره به خود سایت یاهو، به تمام کانکشن ها. آیا توسط اسکریپت یعنی کدایی که ما می نویسیم قابل دسترس است؟ بله هست. و این نکته دقیق قسمت آخری برای شما بسیار زیاد مهم است. create در کدام تاریخ ساخته شده؟ در تاریخ 26 فوریه، یعنی در حقیقت دیروز ساخته شده و ساعت 8 و 10 دقیقه شب. اما لازم من اینترنت استفاده میکردم. و این کی اکسپایر میشه؟ 27 فوریه 2013-2015 میبینید و دیگه تاریخش دقیقا یک چیز است. فوریه 26-27 8 و 10 دقیقه و 42 ثانیه فیکس، دوباره 8 و 10 دقیقه و 42 ثانیه. فقط این کوکی را برای دو سال به وجود آوردن، درست؟ 2013-2014-2015 انقضا میشه. میبینید؟ برای دو سالی کوکی در کامپیوتر ما هست. و اگه من در ویندوز ما تبدیل نکنم، این تمپ پاک نکنم، این موضوعات کلر نکنم، این کوکی همچنان باقی میمونه. ولی مطمئناً جو الگوریتم های بسیار مختلفی هست که کار شما میتونید انجام بدین. دو تاش که من اینجا براتون کار میکنم در پیچ بلتین هست، یکی MD5 است، مسیج دایجست نمبر 5، و یکی هم شاوان است، سکیور چی بود؟ شل الگوریتم است، سکیور هشینگ الگوریتم است، شاوان ایرم میخوانیم و ایرم MD5. این دو الگوریتم انکریپشن است که در سطح جهان بسیار مشهور و معتبر هستند و اینا بیلت این فانکشن های PHP است. این خوبی است که شما نیاز ندارین که کدوم سافتویر اینستال کنین، لایسنس سری خریدار رو بکنین، هیچ چیز، چون PHP اوپن سورس است. دقیقاً شما میتونید در PHP این از همین فانکشن ها استفاده کنین به خاطر انکریپت کردن. قبلا اینا رو کار کردین؟ اینو میبینین و بسیار جذاب و جالب خواهد بود براتون. اینا دو، فقط دو تاش است دیگه، باز میفهمید حتما خواندین در نتورکینگ. بسیار الگوریتم های مختلفی داریم مثل DES، مثل TLS، مثل بگین دیگه SSH پروتکل هست اما در حقیقت الگوریتم انکریپشن نیست، سایز او یک پروتکل است. SSH جان انسی نه، ای خو سازمان است، این اصلا پروتکل نیست، این الگوریتم نیست. چرا نخواندین نتورکینگ؟ خب اینا برای تمام خیلی آشنا باشه دیگه. WPA، WPA، چی بود؟ Wire Equivalent Protocol، Wireless، چی بود نامش؟ نفهمم چی الگوریتم سایز. اینا در سیسکو هست، در نتورکینگ حتما اینا رو میخوانیم سایز. یعنی منظوریم که پروتکل بسیار زیادی در جهان داریم و این دوتا هم از مشهورترین ها هست و خوبیش هست که در PHP بلت این فانکشن هست اما اینا رو نداریم در PHP. اور باز مثال کار میکنم براتون. خب
و اینا میبینن که هر شخص مطمئنه من کلاینت یعنی من یوزر حق ایرا دارم که ایرا پاک بکنم، از کمتر خودم صلاحیتی دارم که این کوکی را دیلیت میکنم و میالی و میگم من به دیگه نیازی ندارم. یعنی چه اتفاق میفته برای سایت یاهو؟ دفعه بعدی که من سایت یاهو رو باز کنم و سایت یاهو همون کوکی را از من درخواست کنم، میبینه که وجود نداره، یک کار اضافی، یعنی به نفس خودم شد مجبور هستم کوکی دوباره ساخته بشه در کامپیوتر من، مطمئنه که برنامه مصرف میشه. خب اینی کوکی هست، میتونید هر کدوم ببینید، چک بکنید، بخونید، نامهای مختلف اصلا کانتنت نداره. اما تو چیزهای مختلف، مثلا از سایت گوگل را ببینید، از گوگل چقدر زیاد است، مین دایرکتوری گوگل است و بعد دیگه از بخشای سب دومین های مختلف گوگل، یا مثلا از فیسبوک را ببینید. اگر من پاک نکرده باشم، یعنی ببینید فیسبوک 6 کوکی ذخیره کرده، این 30 یوزر است، DATR است، FRLUSXS. هیچ وقت اینو طوری ذخیره نمیکنن که شما بفهمین، شاید این سی یوزر اما یوزر نیم ما باشه. صحیح فیسبوکی انکریپت شده و یکی دیگه اینا احتمالا پسورد هم است که معلوم نیست کدامش است. صحیح هیچ وقت اینو به شکلی گفتیم پلین تکست با نام های واضح و آشکار ذخیره نمیکنن که این قابل هک کردن باشه و شما بتین اینا رو، یعنی سکیوریتی شون پایین بیاد. و مطمئنه که میتونین تمام این کوکی ها رو یک جایی هم دیلیت بکنید. کوکی های کانتنت نداره. او احتمالاً سکیورتی بوده، یک تنظیماتی بوده که او وبسایت ست کرده به خاطر که یک معلوماتی در مورد ما بوده، در مورد یوزر، ولی اون معلومات ما خالی است. صحیح؟ مثل اینکه بطور مثال میگم شما امکاناتی رو بانین که یک یوزر بتونه بک‌گراند خودش انتخاب بکنه، رنگ دین فیسبوکی کار زیاد میشه، یک بخش رو خودش انتخاب بکنه، اندازه فونت، نوعیت فونت، اینا من هیچ چی انتخاب نمیکنم، پس کانتنتش خالی است دیگه، تایی که من خودم انتخاب کنم. اگه نه هدفی ندارم کوکی بسازم با کانتنت خالی. خب این سایت های دیگه که کوکی ساخته بودن دیدین، حالا خود ما کوکی میسازیم و ببینیم که از ما را همونجا میاره و این بسیار خوب است. خب یک نکته دیگه هم از مقدمه براتون بگم که بعدا فقط کدا رو کار کنیم در مورد دیلیت شدن کوکی است. خب تاپیک خوبی نیست، اگر ایتو بهش بگیم که بهتر است. End of life سیز EOL end of life، end of life کوکی ها، کوکی ها در کدام حالت ها از بین میرن؟ بگین آفرین. نه در کدام حالات از بین میرن؟ در صورتی که اکسپایرشن، آفرین. یکیش خب اگر اکسپایرشن دیتش بگذره، مثلا کوکی دیدیم گفته تا 2 سال بعد، خب 2015 که برسه و کوکی از بین میره دیگه. جان کی پاک کنه؟ یوزر سایز، یعنی میگیم خواست یوزر، یوزر میخواه، من میرم اونجا کلیک میکنم ریموف، خب خلاص ریموف میشه دیگه. جان خب اون در قدم یوزر وانت میشه، یعنی به دل خب وانت اگه بردارم کل یوزر، یعنی به هر طریقی که از پیش یوزر، مثال من میرم امی چی رو پاک میکنم، هیستوری رو پاک میکنم، ویندوز تبدیل میکنم، کروم ان اینستال میکنم، یعنی به هر شکلی برای آخره ما باعث شدم که از بین برم. آفرین. یعنی کی بخواه؟ در حقیقت وب دیولپر میگین یا وب دیزاینر میگین، یعنی خود ما و شما اگه خواستیم میتونیم که کوکی را قبل از اینکه اکسپایرشن دیتش برسه دیلیت کنیم. و در یک حالت دیگه هم کوکی از بین میره. حدس میزنید چی باشه؟ نه تغییرات بیه در حقیقت اپدیت میشه اما دیلیت نمیشه. او را نمیدونیم چون تا بال برای تا نگم اما تا همسته میدونی اشاره کرد او شما اشاره کرد؟ نه نگفتیم، گفتیم تو منفی کنین. آه او ما دیلیت میکنه که همون میشه وب دیولپر، ما خواستیم دیلیتش میکنیم. یک حالت دیگه هم داره که در حقیقت اگه شما کوکی تمپوری به وجود بیاریم، کوکی موقتی، درست؟ ما میتونیم کوکی بزنیم که موقتی باشه، دائمی نباشه. در اون صورت هم پس هر وقتی که شما براوزر رو بسته کنین، خود کوکی خود به خود از بین میره. ما فرمان میدیم که این کوکی تمپوری باشه. پس هر گاهی که من این وبسایت باز کنم، خب کوکی ساخته شد. اگر اکسپرشن دادم که دو سال بعد تا 1 سال بعد تا 1 ساعت بعد باشه، خب هست. اما اگه اکسپایرشن دیت براش نمیتین، تاریخ انقضا معلوم نباشه، موقتی است و هر گاهی که وبسایت بسته کنین، خود به خود کوکی هم از بین میره. صحیح؟ پس این 4 حالت است که کوکی از بین میره. خب برای ساختن کوکی در زبان پی اچ پی چی میکنیم؟ از مقدمه کدام سوال اگر دارین؟ مفهوم کوکی خوب واضح شده؟ مثلا تو 20 کوکی شما گفتین یادم نمیاد. حالا بخوای کوکی یا ری کنه؟ بیشتر اگه بسازیم؟ دقیقا نمیدانم که اگه مثلا ما بایین 21 رو بسازیم آیا اوتوماتیک میره از آخر یکی رو پاک کنم و این رو به جایش ثبت کنم، ولی من فکر میکنم نظر به تئوری اصلا ارور میده و اجازه نمیده که شما 21 رو به وجود بیارین، نه که اوتوماتیک یکی دیگه شب پاک کنم. ولی مطمئنه اگه ما بخوایم برای یکی از کوکی که قدیمی تر است یا کم استفاده تر است، کم اهمیت، اون رو پاک میکنیم و یه جدید به جایش ثبت میکنیم.
تا بالا برای خودم شخصا عملا پیش اومده که در یک وبسایت از دو کوکی بیشتر استفاده کرده باشم، چی که برای خواهیم در 20 برسیم و ببینم در اونجا چه اتفاق میفته. فقط یک لیمیتیشن بود که براتون گفتم. خب برای ساختن کوکی از فانکشن set cookie استفاده میکنیم. این بیلت این فانکشن PHP از سینتکس چنجی می نویسم که باز در پایین تر مثال عملش کار کنیم. set cookie سه پارامتر داره. کدام هستن؟ اول نام کوکی، هر کوکی نام داره، مقداری که داخل کوکی ذخیره میکنین و دقیقاً اکسپایرشن دیت هم برش مشخص میکنین. بعد از اکسپایرشن دیت دو تای دیگهش باید استرینگ باشه، یعنی نام و ولیو را به شکل استرینگ در اختیارش قرار میدین و بس تمام، اینجا کوکی ساخته میشه. خب یک مثال شو ببینین. مثال میگیم set cookie، کوکی میسازیم به نام first با ولیو چی؟ یک دو سه سایز فعلا همونطور، یعنی یک مثال بسیار ساده است. فقط پارامتر سوم تا اینجا باید زمان مشخص بکنیم و این زمان باید در آینده باشه. وقتی که میگیم مثال برای یک سال، خب یک سال زیاد است، سالی حسابش کنیم بدن میکنیم، یک ساعت میگیم تا یک ساعت بعدی کوکی وجود داشته باشه، فعال باشه و بعضی خود به خود از بین بره. این یک ساعت زمان رو باید در آینده برش بدیم، یعنی نمیتونیم اینجا بیم بنویسیم یک مثال هاور یک ساعت. اولا اینکه اینجا به فرمت تایم استمپ از تان میخواه، یعنی زمان به اصل ثانیه. پس اگه میگین یک ساعت میشه 3600 ثانیه. یک ساعت 3600 ثانیه میشه 60 ضرب 60 با ضرب 60 نه دیگه هم دو 60 ضرب 60 بس است دیگه، دقیقه ضرب ثانیه میشه یک ساعت 60 دقیقه است و یک دقیقه 60 ثانیه، پس 60 ضرب 60 3600 میشه. خب این زمان نشد، این زمان اصلا قبول نمیکنه، چون این زمان باید در آینده باشه. مثلا دیدن کار کردم میدونم اینجاست که میگیم تایم جمع 3600 و این تایم گفتیم مثل که وقت دیتا براتون درس میدن گفتیم فانکشن دیت اگر پارامتر بهش یعنی چی نمیکنین او کرنت دیتا می آورد، تاریخ همین امروزه و تایم هم اگه بگین تا ساعت لحظه زمان همیار میاره مگر به حساب ثانیه. یعنی خوب نیست که شما بعدن بیانی رو اکو بکنین سایز او چیزی که میخواین بعدش نمیان. این رو ما میگیم نمیفهمم در دیتابیس اگه خوانده باشین دیگه جوری نخواد باشه، به نام تایم استمپ میگن، زمان بر حسب ثانیه. خب پس ای هم شد تایم زمان فعلی جمع 3600 ثانیه بدین، دقیقا یک ساعت بعد مجموع قوس و سه و سینگل گدش سمی کنه. درست شد؟ تا اینجا کدام سوال اگر داریم؟ یک بسیار ساده ساختیم که فقط یک بار ببینین، اما کدام منظور خاصی نداریم. حالا تا به حال کوکی ساخته نشده یا نه؟ بریم ببینیم ساخته شده نشده، چون ما بحثی یوزر تا بالی سفر درخواست نکردیم. اما همین که سفر درخواست کنم خب هیچ چیز مطمئنا نمیبینیم، اما کوکی ست شد. از زمان فعلی ببینیم 4:36 دقیقه است تا یک ساعت بعد، یعنی تا 5:36 دقیقه. خب اینال اینجا به نام کنم سایت پیدا بکنیم. آفرین. نه چون نام وبسایت ما لوکال هاست است، از بقیه او حالت است. اگه وبسایت هم واقعی باشه دقیقا به نام وبسایت هم میه، پس من تایپ میکنم لوکال هاست. ما یک کوکی ساختیم، اینجا 8 کوکی است. این کوکی از قبل است و این کوکی ها را من نساختم. در قدر این کوکی ها را پیش مایدمین دیدین تو بال؟ دیدیم؟ آخه در چند روز آینده باز به موضوع دیتابیس که بریم کار میکنیم. اینا رو پیش اومد من ساخته، صحیح؟ من نساختم. اما ببین در جمله و کوکی که ما ساختیم هست، کوکی به نام فرست و کلیک کنم اینا میبینی فرست کانتنت یا ولیو چی است؟ یک دو سه از کدام وبسایت؟ از لوکال هاست که سرور خودم است. از پته ادینی از اصل دایرکتوری اومده بودیم. از ساعت 4:36 دقیقه ساخته شد تا 5:36 دقیقه و حتی یک ثانیه هم تفاوت نداره، چون تایم استمپ و زمان به اصل ثانیه 50 ثانیه 50 رأس ساعت 5:36 دقیقه و 50 ثانیه یه خود به خود اکسپایر میشه و از بین میره. تاریخش هم میگه همین امروز است، یعنی یک ساعت فقط همین امروز. خب مطمئنم که علی کلاینت میتونه ایره خودش هم دیلیت کنه، ولی تا زمانی که هست ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب کوکی رو ساختیم، حالا چطور ازش استفاده کنیم؟ چطور مقدارش بخوانیم؟ دلار سان 8 کوکی؟ یه فرمان عجیب گفتی که مرد شک انداخت در عمر پیش بی کار کردن. آفرین شوخی کردم. دلار اندرسکور کوکی. ای هم از جمله گلوبال اری هاست، هم تو که سجن داریم که روز آینده میخوانیم، گت و پست و فایل و همه ایم آزاد بود. ای هم دلار اندرسکور کوکی یک گلوبال اری است که شما میتونید به تمام کوکی هایی که وبسایت خودتان ساخته دسترسی داشته باشین. یک نکته دیگه ای که در مورد کوکی نگفتم ولی مطمئنا شما میدانین ای است که هر
دومین فقط میتونه به کوکی های دسترسی داشته باشه که خودش ساخته. یعنی ما فعلا لوکال هستیم، اگه من نیستم دال اندرسکور کوکی، فقط اما 8 کوکی رو برام میاره. من نمیتونم اینجا فرمان بتم که کوکی هایی که مربوط به سایت گوگل است اون رو برام باز کن. خب یک نکته امنیتی است که به هیچ وبسایت اجازه داده نمیشه کوکی های وبسایت دیگه ببینه. و می خاطر بود که دوباره میرم اونجا یک چند دقیقه بعد براتون نشون میدم. الخ تکرار میشه دیگه. که اونجا دومین داشت. دومین نوشته بود چک میکنم که اگر وبسایت شما عمو دومین است او کوکی رو براتون میده. اگه وبسایت شما او دومین نبود و کوکی رو براتون اجازه نداره که دسترسی داشته باشین. خب وقتی میریم گلوبال اری است پس اینجا ایندکس اسوسییتیو قرار میگیره. چی نوشته کنیم؟ دقیقاً نام کوکی اینجا میه باعث ایندکس دال اندرسکوکی فرست، یعنی کوکی که بنام فرست ساخته شده. خب ممکنه مثال میگم گوگل هم یک کوکی بنام فرست ساخته شده، ما هم یکی بنام فرست، مطمئن که از ما رو بر ما میاره چون میبینه که ما از کدام یارل آمدیم، لوکال هاست، پس از لوکال هاست بر ما میاره. این ریترن میکنه، این برمیگردونه. پس حالا میتونید اون رو ایکو کنین، نمایش بدین، یا بین داخل یک واریبل را ذخیره بکنین، هر کاری خواسته باشین حالا میتونین انجام بدین. خب من میگم ایکو، مثال میگیم پرویوز دیتا، اما تو یک گفتم بازم کنم منظور خاصی ندارم و یه هم سنگل کنیش یک اسم قرار داریم و کانکتنه که هم با خود کوکی اینال بعد از یک مسافر ریفرش کنم چه اتفاق میفتن؟ جان؟ فقط کاملا گفتن درست. یک نکته داره که اکسپارشن دیتش کی است؟ اما طور قبلی است؟ آفرین، این گفت هم میخواستم بشنم اصلا دقت کنین سیز که وقتی من ریفرش کنم دقیقا هر دوی استیتمنت هست دیگه، سرور هر دوی رو دوباره اجرا میکنه سیز، این کوکی ساخته میشه ریپلیس میشه بدون که در بتا با اسپارشن دیت جدید. وقت 4:36 بود نه؟ حال 4:40 شده سیز، با 4:40 ولی مطمئن که پرویز دیتا رو هم بر ما نمایش میده که اونو 1, 2, 3. خب یه مزیم آمد. اگر کوکی رو دیلت کنیم دقیقا وقتی که شما زمان را در آینده دادین، از زمان فعلی جمع یک، حتی کافیز بگی یک ثانیه بعد، خب یک زمانی شد در آینده کوکی ساخته شد، حالا هم کافیز فقط یک ثانیه زمان در گذشته بدین کوکی از بین میره، چون براوزر میبینه که زمان در گذشته خواه امکان نداره که اکسپارشن دیتش در گذشته باشه، پس به این نتیجه میرسه که کوکی رو باید دیلیت بکنم چون این کوکی قابل ساختن نیست. چه اینجا بنویسین یک، چه بنویسین یک میلیون، فرقی داره؟ نداره، چون همین که میگیم یک ثانیه در گذشته باشه کوکی از بین میره، ولی هر مقدار دیگه هم که بتیم فرقی نمیکنه. سعی مطمئن باشین که اینجا کدام اهمیتی نداره که مثال اونجا گفتیم جمع 3600 اینجا بگیم منفی 3600، نه فقط همین که در گذشته باشه کوکی از بین میره. اگه بخواین میشه، اگه نخواین نمیشه. میال دیدین که نشد یک دو سه. خب صد اگه بخواین، اگه دستمی پیدا کنیم از طریق گلوبلاره نیم صد خود مجبور هستیم پس دیکود کنیم. دقیقا باید دیکود بکنیم، باید دیکریپ بکنیم، در حقیقت دیکود هم مثلا خوب نیست، باید دیکریپ بکنیم. اگه انکریپ کنیم پس دوباره باید دیکریپ کنیم، اگه نکنیم خب مالدار کمو در حقیقت انکریپ شده شه برای شما میاره که شما مورا خوانده نمیتونیم. خب و در وقت دیلیت کردن نام 100% ضروری است که نام برش بتین، اما ولیو اهمیتی نداره چون نام ولیو بتین چه نتیجه مطمئنه که او قرار دیلیت بشه دیگه، او از بین میره، فرق نمیکنه که چی باشه. خب من عادت دارم معمولا باز ولیو برش نمیتونم، این بر ذهن خودم منطقی ترس. خب مطمئن او فرمان ما برداشته بودم، اگه بر نمی داشتم باز میگفت پرویز دیتا دو نقطه هیچ چیز نیست، اما حالا خورم برداشتیم فقط کوکی دیلیت شد، میتونید اینجا چک کنین که او کوکی از بین رفته. نفع باید 7 کوکی داشته باشیم، 7 سایز نیست، نیاز نیست که چک هم کنیم، ولی باز هم میتونیم ببینیم که در بین اینا کوکی فرست دیگه وجود نداره. خب اینی تمام موضوعاتی بود که در مورد ساختن کوکی و کاکن با کوکی ها نیاز داشت. تمپوری کوکی رو براتون بسازم که موضوع خلاص بشه. خب میدونیم که کوکی فرست آل دیگه وجود نداره، کوکی فرست دوباره میسازیم، ولی یادم میره یا عمدن بهش اکسپارشن دیت نمیتون. پارامتر سوم اکسپارشن دیت است، گفتیم باید ذکر کنیم، ولی اگه ذکر نمیکنیم چه اتفاقی میفته؟ تمپوری کوکی با وجود میاد، کوکی موقتی، چون زمان انقضاش معلوم نیست دائمی با وجود نمیایه، فقط تا زمانی هست که براوزر باز باشه. همین که براوزر بستم کوکی هم جمع میشه، کوکی هم از بین میره. خب میشه اینجا اکو کنیم دلار اندرسکور کوکی فرست را که شما ببینیم، مطمئنم اون فرمان بعد از فرمان اولی نمیشون، پس اول کوکی ساخته میشن کجا رفت و بعدن اینو براتون نشون میدم کوکی فرست. خب فکر میکنم این کامر رو باید بانین جاش خالی بانین، نه اینجا چیگه بس
ست کوکی هر دو استیتمنت ما در یک سفر نوشته شده و یک بار ریکوست شده، ما سفرم ریفرش نکردیم، در اشکال از اینجاست. این ببینید منظور من متوجه شدین که چی گپ بود؟ هر دو فرمان در یک سفر نوشته شده، پس ما یک بار رو درخواست کردیم دیگه، نه از سرور. سرور این رو فرستاد، کوکی رو ست کرد، بعد فرمان دادیم که کوکی رو نمایش بده. دمی کانکشن، دمی درخواست، کوکی به وجود آمده، تازه به وجود آمده، نمیتونه همزمانی رو براتون نشان بده. اما من که یک بار ریفرش کردم، خب کوکی قبلا ساخته شده بود، فقط این دفعه نمایشش داد. چون؟ نه نه اون گپ نیست. در وبسایت واقعی اینا یک مثال براتون کار میکنم، فقط مثال های بیسیک است بخاطر اینکه مفهومش یاد بگیرید. مثال میگیم شخص لاگین میکنه، یوزرنیم پسورد شما ذخیره میکنیم. دفعه اول که مطمئنن کوکی وجود نداره، دفعه اول که لاگین کرد باز ما ذخیره میکنیم، اون حتی یک چک باکس میمونیم. دیدین در وبسایت کیپ می ساین این یا ریممبر مای پسورد، اگر چک اوت تازه کوکیش ذخیره میکنیم. دفعه بعد که در وبسایت ما داخل شد، اون وقت میبینیم که کوکی وجود داره. اگر وجودش مقدارا رو میگیریم نمایش میدیم، دیگه هیچ ازش نمیخوایم دوباره تایپ کنیم. هیچ وقت اینی حالت پیش نمیاد. گفتم یک مثال غیر واقعی است که من دارم براتون کار میکنم، همزمان کوکی رو ساختم همزمان میگم نمایشش بده. هیچ وقت ما این کار رو نمیکنیم در وبسایت واقعی. خب میبینیم ریفرش میکنم، کوکی هست، کوکی از بین نرفته. و اگه برن چک کنیم، اصلا نیاز است که چک کنیم؟ چون اون فرمان دار اندرسکو کوکی صادر کنیم، اگه اونجا وجود نشه باشه پس از کجا از جان خود میگه یا دروغ میگه؟ این هست سیز اینا نمی که من کوکی رو بسته کنم، در حقیقت سفر رو بسته کنم، اینا اگه سفر رو باز کنم خیلی فرمان دوباره اجرا میشه. حال این فرمان رو بر میدارم سعیز و وقت سفر باز میشه. این رو قبول دارن که برداشتن این فرمان باعث دیلت شدن کوکی نمیشه. اگه او کوکی واقعا ساخته شده بود باید هنوزم که باشه. حالا ببینیم بازم بهتان نشان میده. نه با یک ریفرش هم مشکلش حل نشد. کوکی رو من دیلت کردم کوکی فرسته؟ نه دفعه اول که کوکی ساختیم، دفعه دوم پس کوکی رو من دیلت کردم؟ نکردم نه؟ دقت کردیم؟ کوکی رو من برای یک ساعت ساخته بودم، من وقتم براتون نشان دادم، ولی کوکی رو من اصلا دیلت نکرده بودم. دیلت نکرده؟ این کوکی قبلی ماست. من که زدم خوب نبود، بس این دو گرام میشه. خب ببینیم این تو مثال براتون کار میکنم. در یک صفحه جدا کنم، در یک صفحه میگیم کوکی رو به وجود بیاره، یک مثال باشه صفحه cookie.php، اینجا کوکی ساخته میشه و بعد میام در این صفحه میگم که کوکی رو برام نمایش بده و نام کوکی رو یک چیز دیگه میمونه. اون کوکی هست، این فرست برای یک ساعت دیگه هنوزم هست مطمئنن، ولی یک نام دیگه بهش میدیم، یک نیو کوکی. خب این کوکی تا بال وجود نداره و اکسپایرشن دیت هم نداریم، پس موقتی است. در این صفحه میگیم میره برام نمایش بده. وقتی که اول این صفحه رو باز کنم، خب دقت کنید مطمئن اینجا هنوز چیه پس این نیو کوکی. امروز خودتان یکم فکرتان جمع‌تر از ما باشه سیس. وقتی که این صفحه رو باز میکنم، خب مطمئنه او کوکی هنوز ساخته نشده، نیو کوکی که اصلا بخواهی رو نمایش بده، چون یک دفعه خود صفحه باید باز بشه. اینال میرم یک دفعه او صفحه رو باز میکنم، میگم که باز که برای ما لوکال هاست cookie.php. اینجاست که کوکی ساخته شد اما موقتی است سیس. اینال پس دوباره میرم به صفحه تست. اینجا برای ما نشان داد، یعنی کوکی ساخته شده، آل هست، آل موجود است، میتونیم بیرین اینجا چک کنیم که وجود داره، اما یک اکسپایرشن دیت نداره. پس همین که من صفحه را بسته کنم و دوباره بیایم صفحه تست را باز کنم، این دفعه دیگه نباید نشان بده. جان؟ خود تست باش گفتیم نیو کوکی را نشان بده و باز اینجا یک کوکی را موقتی ساختیم. نو کوکی، کوکی به نام نیو کوکی ساخته شده. بچه‌ها این گناه چی است؟ گناه خود براوزر است، یعنی نه اشتباه از ماست نه گناه از شما. سیست ببینید که چقدر خوب کوکی رو ساخت میداد تا ساعت 4:47 دقیقه، یعنی یک دقیقه پیش. اما اکسپایرشن دیتش ببینید، when the browsing session end، میگه وقتی که سژن خلاص شد. هنوز خب سژن نخوادیم، همون مفهومی که براوزر بسته بشه، این از بین میره چون اکسپایرشن دیت نداره که دفعه بعد این باشه.
پس چرا حالی از بین نرفت؟ خاطر که تمام براوزر بسند دقیقا اما این اشتباه نیست خود در همه براوزر شما چه پایین این تب بسته کنی و همون منا رو میتن این دفعه یعنی گناه خود کروم هست که با بستن یک تب سجن ما ختم شده بود چون امیر در سجن انشاءالله فردا براتون میگم چون هر تب ما یک اپلیکیشن جداگانه است مثال از این تب شما می یاهو رو باز میکنی از این گوگل رو باز میکنی از یک تب دیگه فیسبوک رو باز میکنی هر کدام یک اپلیکیشن یک سجن جداگانه است بستن هر کدام باعث میشه خب این دفعه اشتباهی پیش بی بود که این باعث نشد اینا ببین که براوزر رو بستم پس کلا دیگه او کوکی ما از بین رفت اینا وقتی که بیم لوکال هاست تست دیگه اینجا هیچ چیز به ما نشان نمیده معلوم است ثابت است براتون که او کوکی موقتی بود او کوکی اینا لگه بریم دیگه وجود هم نداره چون گفته او فقط تا زمانی که این سجن وجود داشته باشه و مفهوم سجن فعلا نمی که اون براوزر باز باشه او کوکی رو میآورد اما دیگه نمیاد یعنی میبین که 9 تا بود او فرست هم دیلیت شد آه فرست هم بعدن دوباره موقتی ساختم و نیو کوکی هم از بین رفت خب این در مورد کوکی تمام ریز و دروش نکاتی رو که بود در موردش یاد گرفتیم تا اینجا اگه سوال دارین نه سوالی؟ خب این گفتم بیسیک بود این موضوع خوبه شاید بگیم بسیار ساده بود اصلا کدام اهمیت خاصی نداشت و در بسیار خود ما ازش استفاده نمی کنیم یعنی مثالاش ببینیم بسیار مثالا و کاربردهای جالب میشه از کوکی داشت که خوشتان بیه از کوکی و من واقعا که کوکی رو بسیار زیاد دوست دارم حالا نگفتین که معنای کوکی چی هست آفرین و واقعا کلچه هست بسیار مزه‌دار و شیرین هم هست خب اینترفیس با وجود میریم مطمئن اگه اینترفیس نیاز داریم این همون مثال است که من اکثرا برای شاگردا کار میکنم میخواییم که یک بخشی از استایل صفحه بعد اختیار خود شخص باشه مثال فونت خود شخص انتخاب کنه سایز خودش انتخاب کنه رنگ خودش انتخاب کنه همین تنظیمات چی میگه برش؟ کاستمایزیشن نه همین هر موضوعی که در روی صفحه انجام میده یا یک عکس بیاره وایس بک‌گراند اینجا قرار بده خود نفری کار رو انجام بده جون آ شبیه وبلاگ بری میشه اما وبلاگ خود یک مدیر داره نه یک مدیر میره اون رو جور میکنه بقیه میبینن آی بقیه تغییر آوردن میتونن نمیتونن من در مورد یک وبسایت براتون گپ میزنم که امکاناتی داره که هر کسی مثلا من وبسایت باز میکنم رنگ بک‌گراند خودم انتخاب کنم با سلیقه خودم سبز میگم باشه شما سلیقتون میگین آبی باشه همسه میدونم میگه سرخ باشه صحیح هر کسی که وبسایت باز میکنه با دل خودش اون رنگ ببینه صحیح با وبلاگ فرق میکنه چون در وبلاگ مدیری کار انجام اینجا مدیر وجود نداره هر کس با دل خود تنظیمات خود انتخاب میکنه تا پس برای خودش تنظیمات خودش نشان بدیم خب من ریکوایرمنت باز یک بار براتون میگم اینجا در حد امکاناتی باشه که من بیام رنگ انتخاب کنم مثال سبز انتخاب کنم این همین لحظه بک‌گراند صفحه سبز شوه بک‌گراند کل صفحه و وقتی که براوزر بسته میکنم روز دیگه میام باز کنم بازم این باید سبز باشه نباید از بین رفته باشه و خب یک منو باشه دیگه مثلا سبز سرخ بین رنگ ها من بتونم انتخاب کنم و هر رنگی که انتخاب کنم باقی مونه تا دفعه بعدی من مجبور نباشم هر بار رنگ از سر انتخاب کنم خب به این خاطر چی به وجود میارین آپشن در قد او آپشنی که میگین آه دیگه تگ سلکت هست یک منو و دانه دانه برش آپشن میمانین آپشن ولیو بتیم برش این ولیو بخاطر چی هست خواهیم که بزنم اون لیبل رنگ ها رو داریم اینجا نام هم بشه چند بین فاصله باشه چی دیگه نمان این نمیخواییم این لیبل خب یک گفت میفهمم کاملا درست و ایره نگو کم زنفیات خنده میکنی ایره اونا میدانم من میدانم گفتم در این مورد ولیو بانی میانه اما هم سنفی دانه گفت خوب زد گفت ممکنه فاصله باشه فرض مثال کدام رنگ فرض مثالی تو میگیم لایت بلو نه خب به نفر نشان میدیم اما میفهمم که یک رنگ درست نیست این رنگ ما اگه بخوایم مقدارش بعد از بیاریم در کوکی ذخیره کنیم این فاصله برای ما مشکل ساز میشه پس اینجاست که میشه نشان بدیم لایت بلو اما میفهمیم که رنگ لایت بلو به این شکل است اولا با حروف کوچک و بعدا بدون فاصله خب پس ولیو اینجا خوب است تایپ کنیم لایت گرین دیگه دوپلیکیت کردم میرم کنترل دی در نوتپد دوپلیکیت میکنه خب این خواستم استفاده کنیم و پینک در بسیار جا میکنه خودم این آفت پلس پلس هم میکنه خوبی شد در دریمی برم بهتان دوپلیکیت میکنه اما در هر جا هم نه مثلا در ورد دوپلیکیت میکنه نمیکنه یا در نوتپاد خود ویندوز نمیکنه خب این سه رنگ روشن شد یک دو رنگ تیرم بانیم سایز گری میمانیم خب اینجا ولیو هست اینجا گری که تیر هست دیگه
سیاه بونیم. سیاه بونیم بکگراند. خب شما گفتین یادتون باشه که خودم پس بدینی میره انتخاب کنین. خب باز اونجا نگین که من این انتخاب نمی کنم، خوش ندارم. Choose your favorite color for background. درست؟ اینجا میمانیم یک لیبل ای خود منو شد و یک دکمه ای هم سبمیت که فرم ما را ارسال کنم و دقت دارین ولی که اینجا تایپ میکنم چنج است، یعنی همزمان که شخص انتخاب کرد سبز کلیک کرد همزمان هم باید صفحه سبز شد، همیده کوکی ذخیره شد که دفعه بعدی به کارش بیه. درست؟ خب ای جان چی هست؟ آفرین، بسیار عالی. اگه نام نمیدادیم خود یه دریافت کرده نمیترسیم. خب این رو مثال میگیم که کالر. خب بالاتر از این فقط کامنت داریم، میفهمیم که کامنت ها کاری نیستن. اینا اینجا شروع میکنم. اول از همه باید مطمئن باشیم که شخص انتخاب کرده، اگر نکرده که ما هنوز کاری نمیکنیم و متد ای دیگه بر ما فرقی نداره، اما ما نمیخوایم رنگی که نفر انتخاب میکنه دو بالا بیایه، این حرفه ای تر است که نشان داده نشه. پس دالر اندر کورپوس ده کالر این ما رو مطمئن میسازه که در حقیقت رنگ شخص انتخاب کرده. اینال چی میکنیم؟ فورا خب کوکی رو در قدم دوم بانین، در قدم دوم، در قدم اول چی میکنین؟ آفرین، رنگ صفحه باید تغییر کنم این لحظه بگیرمش ها. پس یک باری بعد میسازیم مثل دلار کالر، این رو مساوی قرار میدیم و دلار اندرسکور پست کالر. خب این شد دیگه. حال چی کنیم که این رنگ در بکگراند صفحه قرار بگیره؟ مثال شخص انتخاب که سبز، پس یک باری بعد کالر ما ذخیره شو سبز، اما چطور کل صفحه رو سبز کنیم؟ آفرین، از تگاه HTML چی نوشتن میکنیم؟ background color همینجا؟ اکو background dash color دلار کار تگ بادر چطور انتخاب میکنیم؟ کل گپ همینجاست. تگ بادر باز میکنیم؟ اینجا تگ بادی باز میکنیم؟ اکو بادی. خب باز چه میکنیم؟ نمیشه. میشه؟ چرا نمیشه؟ چون مثال اینا کنست یک دفعه آفرین، یعنی تا وقتی که شخص رنگ انتخاب نکرده بادی نیست، ولی وقتی شخص رنگ انتخاب کرد بادی صفحه نو تازه ظاهر میشه. خویی میشه از لحاظ تئوری ممکن است، اما از لحاظ منطقی خوب نیست. یعنی از تو بگم از لحاظ عملی میشه، اما از لحاظ منطقی درست نیست. شما وقتی وبسایت میسازیم با اینکه من قبول دارم من نوشته نکردم، اما شما میبینید که 100% یک وبسایت واقعی ای هست اینجا. حتما حتی ممکنه هد داشته باشیم، ممکنه بسیار موضوع دیگه داشته باشیم. صحیح، اما به خاطر مثال درسیز وقت ضایع نشه اینا نمی نویسم. اینا رو بگین استاد میتونم در خود بادی لاین بشتر کنم اینجا؟ نمیشه چه قسم؟ اول چی کنم؟ فقط یه تگ پیش بیمونم. آفرین، این رایش هست نه HTML بده. اینجا تگ پیش بی باز میکنین و در خود تگ HTML نه در تگ بادی میدونین که بادی در HTML اتریبیوت بیجی کالر داره که این اتریبیوت دپریکیت شده، این رو نباید استفاده کنید و مثال درسی میشه. خب انال میتونین گفتم سفتن که استایل این لاین نوشته کنید، استایل بکگراند داش کالر. اینجا رنگ ما نباید تایپ کنیم، این رنگ خود نفر باید معلوم کنه. خود نفر معلوم کرده ده کجاست در واریبل کالر. فقط همینجا میتونین که کد پی اچ پی نوشته کنید، تگ پی اچ پی باز کنید بسته، اون طرف چی مونده؟ سینگل کوتیشن دبل کوتیشن، سینگل انتهای یک پراپرتی دبل کوتیشن جوره او. و اینا اینجا میتونید نوشته کنید چی؟ خلاص اگه سمی کالم بانیم نمانیم نه او سیسته، فقط امیر ببینیم سمی کالم باشه یا نباشه. اگه یک خط باشه سمی کالم ضرورت نیست، فقط اگه یک خط باشه یعنی یک فرمان باشه. خب اینا کل گپ همینجاست که یک خط یا یک فرمان هست. چه قسم فرمان است؟ خب اینه اینا رو بگین، این فرمان رو بخونین خودتون یه چه قسم یک فرمان میشه؟ دلار کالر این رو چی کنه؟ نه خب ای تو نشد جدا از فرمانش. اینال بگین که فرض کنین یعنی سمی کالم من 100% براتون میگم صحیح است. اینال ای شد کار ما، بریم چک کنین میشه؟ نه این خامون منوی ما چرا نمیشه؟ رنگار کردیم دیگه منو باید از اینجا کالر رو بگیریم. اینه خب سعی کنین از یه تا نره فرم ساختیم، پس من اینال هر کنم از رنگ ها رو انتخاب کنم این رنگ انتخاب شده و همین که سبمیت کنم این ست ترو بله، پس میاره امون رنگ سبز زده کالر ذخیره میکنم و بعد اینجا بشکنیم بکگراند کالر دو نقطه کالر، پس اون سبز اینی می سبز است دیگه. میشه 100% میشه، یعنی راهتان درست است، بسیار عالی خوب گفتین، اما یک چیز کم است.
جان؟ هشت در کجاست؟ هشت کامنت هست جان؟ داخل دبل کوتیشن ایتو؟ سینگل کوتیشن. خب سینگل دبل کوتیشن باز خوب گفتن، بعد خرابترش کردی. این اگه سینگل بگیریم خب خود ایران میاره برای ما، نه؟ این میشه دلار ساین سی او ال او آر. اگر دبل کوتیشن بگیریم میفهمم که داخل دبل کوتیشن واریبل قابل استفاده است. اما خب چه این هم میشه، این بازم میگم از لحاظ عملی میشه که کل کد اینجا نوشته کنیم، این گپ هم سفید هم سفید، اما جالب نیست به نظر من زیاد. ما راه بهتری برای داریم، یعنی کل کار ختم است، فقط شما باید نام خدا بسیار عالی. چرا این فراموش کرده بودین؟ آه اینال این شد یک فرمان، اولا که مطمئنان باید ختم شده باشه و او گپی که شما گفتین یک کد یا یک کد نداره، باید ختم شده باشه. و بعد اینو میخواستم براتون هم بگم که فکر کنین اگه یک کد نکنیم چی میشه؟ آفرین، چاپ نمیشه. وقتی چاپ نشد در اینجا قرار نمیگیره. این یک کمی میفهم مالی شروع مفهومش کمی براتون عجیب است، اما باید دقت بکنید. وقتی من انتخاب میکنم پینگ، کلیک میکنم چنج، چی شد؟ این فرستادش رو به سرور، سرور او در اختیار پی اچ پی انجین قرار داد. پی اچ پی انجین این رنگی که من سبز انتخاب کردم گرفت، در کالر ذخیره کرد، این کالر رو اینجا آورد، اما نمایش نداد. وقتی که نمایش نداد ما میایم در پی سورس، اینجا یه چیزی نیست. اگه بگین اکو، وقت است که پی اچ پی پرینت میکنه، وقت است که آوتپوت میده، اون وقت این نمایش میده. پس اینجا بهش بگن اکو دالر کالر، و در این حالت چقدر زیبا. همین که اگر رنگ شما انتخاب کنین، فرض کنیم بلو رو انتخاب چنج، این آبی شد. صحیح؟ چطور آبی شد؟ چون وقتی که در اینجا بیای اونمون لایت بلو رو که فرم گرفته بود اینجا اکو کرد و این فرست به کلاینت، پس این چیز به کلاینت میرسه دیگه، درسته؟ و رنگ دیگه هم انتخاب کنیم، گری باشه رنگ همسه میتونه انتخاب کنیم، این هم بلک سایز؟ چه تو دقانه؟ یکی دیفالت باشه، اگه دیفالت همیشه که باز کرده نه؟ بسیار عالی، خود میتونیم بگیم؟ من خود ادامه بسیار حالتهای مختلف دیگه شو براتون کار میکنم، اما همیال پرسان کردی اگه خود هم بتونی بگی؟ چون بسیار ساده است. کدوم فرمان یا فانکشن خاص نداره؟ else آفرین. اگر انتخاب کرده بود از مینو، خب یعنی نفر رنگ انتخاب کرده، خب همون رنگ بگیر. اگر نکرده بود دقیقا اینجا دیامو گفته خود دیفالت کالر تا نوشته کدوم رنگ باشه، خودت بگو. مطمئن از اون رنگ ها نباشه. سرخ باشه. سرخ تیره؟ چشمای خودتون اذیت میکنه، مرا چه غلط است. سیز بسی پیش از پیش سرخ هست، مگر که شخص انتخاب کنه و او رنگ تغییر کنه. آفرین، سوال خوب بود. خب من در ادامه براتون کار میکنم، هنوز بسیار گپا مانده. ایر من فعلا برمیدارم چون من به ایش اک دیفالت تایپ نمیکنم. خب این شد، ببینین بس کار ما شده. مثال انتخاب میکنم سبز، چنج، این سبز شد. با وبسایت کار میکنم یک ساعت، یک دقیقه، دو دقیقه کارم خلاص شد، ساین اوت کردم، وبسایت بستم رفتم. یعنی حالا وقتی دوباره وبسایت باز کنم بس دیگه اون سبزی که من انتخاب کردم دیگه نیست، چون او از بین رفت، اون موقتی بود. یک بار فقط پی اچ پی گفته بود اینجا اکو کو، خب کرد دیگه خلاص. دفعه بعدی باز دوباره وقتی در سفر ما درخواست کردیم از سرور، سروری رو خواند، پی اچ پی خواند، آی اس پست شده نه نشده، پس هیچ اما رنگ سفید دیفالت بان برش. اینال باید با کوکی همیره ذخیره کنین. پس اینجا میایین بعد از اینکه میگین رنگ دریافت کردی، این رنگ در کوکی هم ذخیره کن. فرمانش ست کوکی. پارامتر اول نامش، فرض که میمونی فیوریت کالر. پارامتر دوم دلار کالر. پارامتر سوم زمان انقضا. خب چقدر بدین برش؟ شما مثلا یک سال برش بدین، مثلا 6 ماه برش بدین، و معمولا کوکی یک ماه برای وبسایت واقعی میذاریم، 6 ماه و یک سال برش میمونی. اگه یک سال بانیم سه سال شصت و پنج ضربه هر روز 24 ساعت است و هر ساعت 60 دقیقه است و هر دقیقه 60 ثانیه است. 365 روز سال زمان به ثانیه تبدیل کنید میشه ایتو یک عدد. و میره بیا اینجا بهش بگین این برای یک سال کوکی ما ساخته شد. خب مطمئنه که شده. انال اگه من یک رنگ انتخاب کنم مثلا پینک، کلیک میکنم چنج، پینک هم شد، کوکی هم اینجا به وجود آمد. اما بگین کار تمام است؟ نه. چرا نه؟ آفرین، کوکی رو ساختیم، از کوکی استفاده نکردیم. دفعه بعد کوکی ساخته شده ولی دوباره کوکی رو رنگیش بر ما نمیار. یعنی ببین که کوکی به نام فیو کالر با رنگ پینکی که بهش گفتیم ساخته شد. خب انال باید چی کنیم؟ باید
باید بندم یک قسمت استایل FS کوکی بود دیکار من. اگر کوکی بود کجا؟ قسمت بادی است. اینجا؟ خب میشه بازم اون گپ همسایه میدونم از لحاظ عملی ممکن است، اما خب بیاین کدای تون بالا نشته کن، یعنی کدای HTML پیش به گپ نکنین تا جایی که امکان داره. اینجا خب مجبور هستیم باید همین کار کنیم، ولی ما میتونیم فلان شرط خود همونجا بانیم بالا نشته کنیم. آفرین، اینجا چک میکنیم که آیا کوکی وجود داره. اگه داره رنگ از کوکی بگیر، دیگه نیاز نیست که از منو بگیری، ولی اگر از منو گرفتی کوکی وجود نشه از منو بگیر. خب دقیقاً آفرین. if is set، if is set دلار اندرسکور چی؟ کوکیه به نام فیف کالر. اینو چک میکنه که آیا کوکی وجود داره. اگر ترو ریتن که یعنی وجود داره، پس میگیم چی کنم؟ دلار کالر رو مساوی چی قرار بدم؟ دقیقا دلار اندرسکور کوکیه فیف کالر، چون میدن که کدوم فرمان دیگه نداریم برای ریت خواندن کوکی. اینمی فرمان است وقتی اشاره میکنین دلار اندرسکور کوکی گلوبال اری، میگین ایندکس شم نام کوکی رو میمونی رو ریترن میکنم، مقدار همون پینک رو برمیگردم. خب درست شد. اینجا میتونیم برش بگیم چی؟ else if. else if اینی کار انجام بده. اینی else منظرتون چی معنا میده؟ آفرین. ای else معنا رو میده که کوکی وجود نداشت، رنگ انتخاب نکرده. پس اینا جواب همسه بیدن کاملا درست بود. دیفالت اینا بگینی از آز انسانی که اتفاق میفته در چی حالت؟ چه وقت اینی این صدق میکنم؟ نه خب ویب سایت در بگین دفعه چند نومیش هست که در ویب سایت داخل شده؟ یا احتمال 99% دفعه اولش است که داخل شده در وبسایت ما، صحیح است که نه کوکی وجود نه رنگ انتخاب کرد، و یا هم داخل شده اما هیچ وقت از همین امکانات وبسایت ما استفاده نکرده. یعنی به هر صورت تا به حال هیچ کوکی ساخته نشده و از منو هم کدام رنگی رو انتخاب نکرده. انال بگو کدام رنگ بانیم؟ نه این دفعه شما دیفالت گفتین، شما بگین. آه یلو میمونی، یلو هم چشمتان اذیت میکنه. لایت گری داریم اینجا؟ نداریم نه؟ لایت گری میمونم، لایت گری سایس، چون این بکگراند کل صفحه است باز اذیتم میکنه. خب اناله برای یک سالی کوکی هست، این کوکی دیگه هر چقدر من اینجا ریفرش کنم از بین نمیره و حتی بیم اگه ای رو بسته میکنم و دوباره از سر باز میکنم هم اونمون رنگ پابرجاست تا یک سال دیگه. زمان شد نیاز است ببینیم؟ نه دیگه خودتون بدونید تا یک سال بعد هست. اگه تغییر بتم چطور به نظرتون؟ مثال کنم آبی آبی انتخاب کنم آبی شد جان کردم دوباره کلی کنم شک داری؟ مثال انتخاب میکنم گری یعنی چنج آخری من همونجا میخواستم براتون بگم باز گفتم عمود این جالبتر میشه برای خودتان و بیاتان میمانه که کجای کد غلط است. مثلا اول این کوکی انسرت نیست چون قبلا نرفسید کردن اونو همیشه اجرا میشه. خب صحیح دیگه اینو تغییر بدین. آفرین، چون کوکی قبلا موجود است نه، پس هیچ وقت اینی ایف دوم ما صدق نمیکنه. آها پس چیکار میکنین؟ این فتو در تو؟ نه همین نستدیف و همین شکل زنجیری هم درسته. این صفت داخل و ایف ببریم؟ این صفت داخل ایف رفتن هم بتان نه اما ایف را میتونیم ببریم. آفرین اینال جواب درستان. اولویت کدامش بیشتر است؟ اولویت کوکی اولویت منو؟ بگین از آز انسانی مینو علایت مینو بالا، چون ولو اینجا چه کوکی قبلا ساخته شده یا نشده وقتی من از مینو انتخاب میکنم بهش فرق نمیکنه قبلا کوکی هست یا نه، باید تغییر کنه. صحیح، پس همیشه اولویت مینو بالاتر است. به می خاطر اولین چیزی که شما شرطش چک میکنین او شرط مینو است که اگر از مینو کدام رنگی برات آمده از مینو بگیر، اگر نامده بود برو کوکی رو چک و از کوکی بگیر، و بازم اگه نه از مینو اومد نه کوکی وجود داشت اونم رنگ دیفالت خودم است. صحیح، یاد گرفتین چقدر باریک بودی قسمتش؟ خب چرا دیفالت اینجا و اینجا براکت بسته نکردیم سیز اینا. چون پینک بود پینک، اما حالی که بلو میگم این بلو میشه، چون اول از همه شرطش با منو است، اولویت منو از کلش بالاتر است. باز می انتخاب میکنم مثال گری نگفتیم نه، خب گری انتخاب میکنم این ثبت شد وبسایت بسته میکنم
دوباره باز میکنم، مطمئنه که ثبت سایز، و اگه باز میم تغییرش میتونم، مطمئنه که این تغییر هم میکنه. این دفعه مثال گره سایز، و او مطمئنه در کوکی هم ذخیره شده برای یک سال آینده فالس. درست شد؟ یاد گرفتین را؟ خب این از این. خب مثال بعدی را من کار کنم یا به شما بانم؟ دل شما کار میکنیم؟ اما رو میخوایم برتون کار مثلا کارخانگی برتون بتونم از فرم لاگین را درست شما برای یوزرنیم و پسورد برای هر دوش کوکی بسازین که این را ذخیره بکنه. بار اول که شخص لاگین میکنه باید چک کنین که آیا یوزرنیم پسورد درسته. اگه درست بود باز بگیرین و کوکیش را ذخیره کنین. میگم چطور اگه درست بود شد و او هم در صورتی شما کوکی رو ذخیره میکنین که او شخص او چک باکس مربوطش که میگه کیپ می ساین این را انتخاب کرده باشه. این نه به هر صورت هست. میبینین اگه چک گرفته بود که کیپ می ساین این یا ریممبر مای پسورد، باز یوزرنیم پسورد هم درست باشه، شما کوکی ذخیره کنین و دفعه بعد که شخص داخل شد دیگه ازش پرسان نکنین، راستن اونم یوزرنیم پسورد در داخل تکست باکس ها بیارین خودتان سایز که مو قبل از قبل نوشته باشه. فقط دیگه شخص کلیک کنه لاگین، نیاز به تایپ یوزرنیم و پسورد نباشه مثل یاهو مسنجر، مثل پروگرامی که دیدین، مثل وبسایت هایی که دیدین. و اینم براتون گفتم که اگر یوزرنیم پسورد غلط باشه شما نباید کوکی ذخیره بکنین. برای یوزرنیم پسورد غلط ما هیچ وقت کوکی نمیسازیم. برای چطور فرض کنیم چون فلان تابال دیتابیس نخوندیم، از هفته بعد شروع میکنیم، صرف یک یوزرنیم پسورد در نظر بگیرین. یعنی شرطتون اینو باشه که اگر دلار یوزرنیم که ایراد فرم میگیرین مساوی بود با علی اند دلار پسورد مساوی بود با یک دوسه، یک یوزرنیم یک پسورد از زبیه سایز. باز بعدم که دیتابیس خواندی دیگه بقیه کدتون اصلا تغییر نمیکنه، فقط اینی میره به جایی که یک مقدار مستقیم ما باش میدیم میگیم برو از دیتابیس بگیر سایز، ولی کدتون مکمل نوشته کنین که بعد در آینده تون هم میخوره. خب سایز شد چون انکریپشن. خب انکریپشن رو براتون بگم، یک نکته دیگه اینج میمونه. خب خیر است، امروز دو تا این بعدی شروع نمیشه، من یک چند دقیقه دیگه هم براتون درس میدم. اولی رو برام بگین چون به درد او ساین اوت هم میخوره که اینو چطور پس ریسیت تو دیفالت بگیم. اینجا اگه آپشن باشه کلیک کنه ریسیت تو دیفالت سایز یا بک سیت اورجینال سیتینگ، که وقتی کلیک کنم رنگ دیفالت بیار. رنگ دیفالت ما چی بوده؟ پینک بود، لایت گری است. اینی رنگ دیفالت بیاره. باید چی کنین؟ آیا دکمه یا یک لینک فرما میکنه؟ خب تگمه ریسیت، تگمه ریسیت ای فرم ریسیت میکنه. او کوکی برای یک سال ساخته شده. در حقیقت شما باید چی کنین؟ فقط بگین چی کار میکنین؟ او که چطور میسازه خیر است؟ نه 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 چی باید کنین که این پس ریسیت بشه؟ پس نمو قیمت های ریسیت صد یک شرط کار میکنیم که دو شرط بالای غلط شد. نه نه آفرین آفرین، این گپ اینا صحیح، یعنی گپ صحیح نیست. اگه ادامه بدین میرسه به خیر به مقصد صحیح میشه. میخوایم که به صورت دیفالت باشه صد بالا تقیمت کنیم آفرین، برو داخل کوکی ذخیره میکنیم. خب این گپ شما رو من قبول دارم، شما گپتان ادامه بدین. گفت اگه یکی از این دو شرط، یکیش نه هر دوی شرط ها غلط شوه این خودش از دیفالت میه. خب این شرط غلط کرده میتونین؟ میتونیم. یه خوب بسیار ساده است. شخص از منو انتخاب نکنه، یعنی اینجا سابمیت، اینجا چنج کلیک نکنه، اون شرط امیال خود به خود فالس است. صحیح؟ آلی چرا چی باعث شده که این رنگ گری را بیاره؟ دقت دارین که لایت گری نیست، خب؟ من بلو انتخاب کنم که بخیز ذهنتون واضح شه. این آبی است. اما باید خاکستری روشن لایت گری را بیاریم در دیفالت. او که فالس شده، این چرا فالس نشده؟ چون کوکی وجود داره. چطور میتونیم اینو فالس کنیم؟ دقیقاً این رو به همین خاطر براتون جواب شما درسته، گپ شما غلط نیست، اشتباه نیست که بیاین لایت گری را پس در کوکی ذخیره کنیم. مطمئناً میشه، اما میخوایم اینجا شما در حقیقت یاد دیلت کردن کوکی رو بازم سرش کار کنید. مثال یاد بگیرید که این کوکی اگه دیلت بشه، خب سفره که باز کنی از منو چیز انتخاب نکرده تا دفعتاً هنوز و کوکی هم وجود نداره، پس خود به خود دیفالت میشه. اینجاست که ما میگیم ریسیت تو دیفالت. خب اینجا یادتون باشه به نظرتون آیا دکمه ساخته میتونیم؟ نه کوکی رو از بین بردن مشکل. خب از بین بردن کوکی یک چیز خوب باید اینجا باشه که کلیک کنیم نمیشه سایز. ایدیاتون باشه که PHP مثل جاوا اسکریپت نیست که ایونت داشته باشه. مثال بگیم آن کلیک، زمان کلیکت دیلیت کو. PHP در دو حالت فقط میتونه براتون کاری انجام بده. گفتم براتون نه
چند روز پیش یادم میاد که گفته ده دو حالت پیش میتونه براتون کاری انجام بده. کدام دو حالت است؟ نه کاری انجام بده. مثال ما میخواییم که امیال انتخاب میکنم گرین، امیال صفحه سبز شه، میشه؟ بدون اینکه اصلا چنج کلیک کنم سبمیت کنم با جاوا اسکریپت میشه صحیح، اما با پی اچ پی نمیشه، چون امین میگم پی اچ پی در این حالت نمیتونم. یعنی در حقیقت جاوا اسکریپت هنوز نخوانده نی، در جاوا اسکریپت اینجا میگه آن چنج صحیح، امین تغییر خورد باید بتونه تغییر بده. خب جاوا اسکریپت میتونه کلاینت سایند است ولی پی اچ پی نمیتونه. چرا نمیتونه؟ آفر، هنوز باش نرسیده. پس میتونید گپ مرا تغییر بدین، کلی بگین، بگین هر وقت درخواست به سرور برسه پی اچ پی کار میتونه. مطمئن که پی اچ پی اونجا تو درخواست بهش نرسه کار انجام نده. بازم گپ ما باز دقیق تر است. دو حالت پی اچ پی کار براتون میکنه، یا ای که صفحه تغییر کنه صحیح، که مثلا ما از این صفحه بریم یک صفحه دیگه اونجا فرمان بنویسیم کار اجرا بشه، یا این صفحه رو پس ریفرش کنیم که صفحه تغییر کنه و اینجا کار انجام بشه، و یا همین که فرم سابمیت شه. امیالی همون مثال است، صفحه تغییر نمی، صفحه ریفرش نمی کنیم، اما اینجا سابمیت میکنیم، و همین سابمیت شدن هم هست که پیش میتونه یک کار انجام بده. چطور؟ با این ساختار. کجا شد؟ همین ساختار ایست دانسکو پست کوکی کالر. اینمی میشه گرفتن در حقیقت یک حالت، یک لحظه، یک کاری باید انجام شه. پس ببینید که این کار دمی دو حالت، از این دو حالت بیشتر کاری کردن نمیتونید. پس به همین خاطر من اینجا میمید لینک به وجود میارم که وقتی شخص بالای لینک کلیک کرد یک صفحه باز شه و در اون صفحه کدی رو نوشته میکنیم که بیه و امو کوکی رو دیلیت کنه صحیح؟ و این حالت ما میتونیم کار رو انجام بدیم. فرض کنید که اشرف میفرستمش به صفحه del_cookie.php، یک نام اختیاری بهش دادم و این صفحه وجود نداره، این رو باید به وجود بیاریم. خب کانتنت تگ لینک هم هر چیز دلم خواست میمونم reset to default و تگ لینک بسته. این لینک بعد از اینجا ظاهر میشه درست، چون میدونید که تگ خود فرم بلاک است، این زیر رفت، اگر نه input بلاک نیست، این لاین است. خب پس ببین انالی صفحه رو به وجود بیاریم، این صفحه رو میسازیم و در این صفحه تنها کاری که باید انجام بدیم چی هست؟ دیلیت کنیم. چطور دیلیت میکنیم کوکی رو؟ دی آن سیت کوکی، نام کوکی ما چی بوده؟ فیر کالر ولیو چه بده نتیم فرق نمی کنه و زمانش منفیه، این عدس که من دوست دارم سید؟ فرق نداره نه؟ یک، دو، هزار، یک میلیون، دو، هیچ فرق نداره، هر عددی که میتونیم بر حال همی که در گذشته بود کوکی از بین بره. خب خلاص از کار به نظرتان؟ از دیلیت کردن کوکی خلاص است، اما آفرین، چون اگه ما بیم اینجا فلان رنگ چی است؟ پینک است نه؟ وقتی دیفالت کلیک کنیم باید ایره خاکستری روشن کنم، کلیک میکنم اینه رفت به صفحه دل کوکی، کوکی رو دیلیت کردم. مطمئن باشین اینال وقتی که دوباره بریم در صفحه قبلی، این صفحه تست، دقت کنیم بک نمیزنم، چون بک بزنیم خود ریفرش نمیشه، بک در هیستوری در کش براوزر برمیگردم. اینکه دوباره میام اینه خاکستری روشن شد نیست دیگه، گلابی یا مو پینک نیست. خب اینال گفتم سمیدون کاملا درسته که باید یه لینک بدین. چطور لینک میدیم؟ اینجا می نوشتم میکنین میشه؟ نه میشه یا نمیشه؟ چون؟ صد به صد که میشه، اما جالب است؟ آفرین، خواندین او را من براتون گفتم؟ نگفتم، من روز نرسیدی، من روز با اونجا. خب من میخواستم مثال براتون، این هم سفید هم رو خوانده، این هم درست هست، اما بسیار اما خود کسی که دید میگه چرا هم دیزاینر بوده که همین کار رو نکرده، خود نفر بیده ایسه پاس دوباره بک بزنه بره، نه همین کار ما انجام میدیم، چون این به دل خود نفر نیست. میگیم بعد از اینکه کوکی رو دیلیت کردی شخص رو ریدایرکت کن صحیح؟ این عملی که ما انجام میدیم اسمش هست ریدایرکت، تغییر مکان از یک صفحه به صفحه دیگه، و این کار در زبان پی اچ پی از طریق فانکشن هیدر انجام میشه صحیح؟ و فانکشن هیدر به خاطر اینکه شما جابجا کنید صرف یک پارامتر هست میگیره، استرینگ لوکیشن ای استاتیک است، اینو باید تایپ کنید، شما چون شما چی رو دارین تغییر میدین؟ لوکیشن رو تغییر میدین، دو نقطه، و در مقابل میتونید آدرس تایپ بکنید. مثال میگیم باید به کدام صفحه بره؟ به تست دات پی اچ پی. انالی چی میکنم؟ بعد از کوکی رو دیلیت کرد میه هیده میگه باید بفرستید، کجا بفرستم؟ در صفحه تست دات پی اچ پی. دوباره شخص بدونی که خودش بتون تصمیم بگیره یا بخواد یا نخواد میفرسته به تست دات پی اچ پی. فرمان بسیار ساده است نه؟ دقت دارین، اما این بسیار خوب یاد بگیرین، چون شاید در وبسایتتون حداقل 20 دفعه یا 15 دفعه ما ازش استفاده کنیم صحیح، بسیار فرمان مفید و پرکاربردی است. خب انالی میم دی صفحه یک رنگ انتخاب میکنم، فرض کنید سبز،
کوکی ساخته شد، رنگم سبز است، همین که کلیک کن ریسیت تو دیفالت، رفت او صفحه کوکی رو دلیت کرد، فوراً پس آمده این صفحه. و مطمئناً چون این صفحه هیچ در حقیقت دیزاینی نداره، هیچ کد شیمل نداره و دو خط کد بیشتر نیست که فکر میکنم این 2 کیلوبایت هم نمیشه، هیچ وقت شما اون صفحه رو نمیبینید. اتو فکر نکنید که این لوکال هاست است ما اون صفحه رو ندیدیم، چون خیلی سریع کار میکنه. اگه اینترنت کم سرعت و بسیار با سرعت پایین هم باشه، شما هیچ وقت اون صفحه رو نمیبینید که باز شد پس دوباره بسته شد. صحیح؟ اون رو هرگز نمیبینید. چون هیچ فرق نمیکنه، نمیبینید اون صفحه رو. مثلا فرض کنید اینجا یک تگ اچ‌تی‌ام‌ال نوشته کنیم. بادی H1 چون؟ نه، امیر دارم براتون تاکید میکنم که ببینید، چون این صفحه را اول سرور میخونه، PHP انجین کپی رو دیلیت میکنه، برگشت میده به صفحه تست. وقتی که برگشت داد، اصلا این چیز برای کلاینت فرستاده نمیشه، ایره هیچ وقت کلاینت نمیبینه چه چیز اینجا باشه یا نباشه. بین که بلک بگیره سایست ریسیت تو دیفالت آنه بگیره، هیچ وقت اون صفحه رو حتی برای یک لحظه نمیبینه. خب این هم یک طریقه خوب استاد، تو نمیشه داخل آپشن دیفالت نشته کنیم پس دیفالت استاد خود نمیتونیم؟ آفرین، این هم میشه، این هم آفرین، بسیار یک طریقه اختیار داریم. این ما تکنیک براتون یاد دادم سایز. اگر در این مورد از این تکنیک استفاده کنید، من اتفاقا در این مورد هم نظر هستم با شما. اگر از این تکنیک استفاده کنید، همین تکنیک باید یاد میگرفتیم و یک کاربردش شد که بعدا به خاطر ساین اوت، به خاطر مثال ارر نمایش میدیم، بعد میبینیم که انشالله از این چقدر زیاد استفاده میکنیم. من میخوام اصلا این رو یاد بگیرم، ولی گفتم سمپیتام میشه مثلا بیاین در این منو آخرین آپشن، آپشن دیفالت اضافه کنید. آپشن ولیوش چی میمونین؟ لایت گری یا هر رنگی که میخواین. و اینجا چی برش میگین؟ دیفالت. هیچ کدوم فرقی نداره. و حالا اگه انتخاب کنم، خود به خود اونمو دیفالت میشه. فرض کن یک بار انتخاب میکنم آبی، آبی شد، یعنی میم دیفالت انتخاب میکنم پس اونم خاکستری میشه و دیگه اصلا نیاز به لینک هم نداریم. ولی اکثرا ببینید در پروژه پیشرفته در دیتابیس ها، در اپلیکیشن بزرگ از این حالت استفاده میشه. صحیح؟ از این حالت، چون اونجا ممکنه دقیقاً ای با او چی در یک صفحه قرار نداشته باشه و استایل ما به یک سادگی نباشه. اینجا فقط رنگ تغییر دادیم. اگر فرض کنید یک رنگ می بود، فونت سایز می بود، فونت فیس، اما خود فونت ها و ما واریال می بود، عکس بک‌گراند صفحه می آیا میشد؟ وقت نمیشه سید و اونو خاطر بسیار گپ خوب زدین. اینجا چند روز با شروع میکنیم، مثال اگر میانی هم پیش ماید مینه ببینین، اما خاصیت داره که همین گپ ما براتون نشان بدم. اینجاست میبینین، اینجا شما تم انتخاب کرده میتونین، سید استایل انتخاب کرده میتونین، اما اینجا داره ریسیت نداره. سید اینجا ریسیت نداره که براتون نشان بدم. اینجا تم انتخاب میکنین سایز و این تم یک صرف یک تغییر نمیاره، تغییرات زیادی میاره، رنگ و فونت و سایز و زیاد چیزا رو تغییر میده و بعد دوباره میتونین که شما بگین که اینو چیکونم ریسیت کنم. خب دیگه سوال اگر دارین تمام شد. درستان تمام شده، موضوع کوکی هم ختم است، همون کار خانگیتون رو انجام بدین و روز آینده که من مطمئن شم که کل موضوع کوکی رو یاد گرفتین و حتی اگه خواستین اونجا چی امکانات هم بانین که گفتیم اگر نفر چک باکس انتخاب کرد که کیپ میساینین، کوکی رو ذخیره میکنین، دفعه بعد که لاگین میکنه اگر این چک باکس پس کرد باید چی کنین؟ و کوکی که قبلا وجود داره او رو پس دیلیت بکنید. صحیح؟ که این موضوع دیلیت کردن کوکی هم کارشه، کل موضوع کوکی در یک مثال کار کنیم. من میبینم که موضوع رو مطمئن میشم یاد گرفتین. خب صرف یک نکته دیگه که پرسان که این وید شامل درس نام نیست، بخاطر معلومات خودتان براتون میگم، او در حقیقت دو فرمان فانکشن است که برای انکریپشن در زبان PHP استفاده میشن، SHA-1 و MD5. اگه خواستین نزدیتون نرم ایرو میرسون براتون MD5 مسیج دایجست همون دیجیت، یعنی شماره 5 پیام، شماره 5 یک همون کس گیره با وجود این نام برشمون و یکی هم سیکیور هش الگوریتم است. نیست میبینید از اون کلماتی اختصار شده و یکی مثال یک از او 5 است، یه همون ورژنش نشان بده. سالهای قبل ما MD4 را هم داشتیم، بعد آخرین فکر میکنم تا جای یاد ماست MD5 آل آخریش است و ای جالب است که او بعد ادامه پیدا نکرد، یعنی MD5 الگوریتم قدیمی تر است و الگوریتم جدید تر شابان است که امروز به SHA-256 رسیده.
سایس و او رایگان نیست، او اختیار همه نیست که شما بتونید استفاده بکنید و بسیار سکیورتر است، بسیار امن‌تر است. این او را تقریبا میشه گفت هیچ کسی در جهان نمیتونه هک کنه، البته این دو تا را هم کسی نمیتونه هک کنه. و این یک نکته بسیار جالب است که من براتون بگم. خب من به بخش سکیورتی زیاد علاقمندی دارم و تا حدود رشته من است، نمیدونم شما چقدر علاقمندی دارید. ما به این میگیم که وان وی هشینگ، این دو فانکشنی که اینجا استفاده میشه اینا وان وی هشینگ است. وقتی میگیم وان وی منظور ما چی است؟ یک طرفه، یعنی شما میتونید چیزی را انکریپت کنید اما پس دیکریپت کردن نمیتونید. سیز این وان وی هشینگ است. اگر خب این ضرر است یا خوبی است؟ فایده است، این فایده است. چون اگر این تو وی باشه، اولا که هشینگ نیست، او فقط انکریپشن سیمپل ساده است، پس قابل هک هست، چون میتونی اینکریپت کنی پس دیکریپت هم میشه. حتما یک فرمولی هست که میشه دیکریپتش کرد، پس او رو مطمئنا هکرها میتونن هک بکنن و از او الگوریتم ما زیاد داریم. اما این دو الگوریتم محبوبیت و فایده شان که قد مشهورشان به خاطر چی است که وان وی است. یعنی اگر شما به طور مثال بین استرینگ علی را هش کنین، این براتون متا اتا یک استرینگ دیگه ای که به هگزادسیمال است، پس ای تا زد و اموتو چی داره، 0 تا و 9 و ای تا اف هم داره، هگزادسیمال براتون برمیگه که هیچ ربطی نداره، هیچ فهمیده نمیتونیم که چرا به این چیز تبدیل شد. و این ریتم باشه که رندوم هم نیست، یونیک است. این در سر سر جهان علی همیشه توسط الگوریتم اندیفای برمیتو یک چیز تبدیل میشه، درست؟ و حال وقتی که شما ایره داشته باشین، مثلا هکر دیتابیس شما رو هک کرد، کانکشن شما، سرور شما رو هک کرد، ایره بعد ساور، هیچ قدرتی در جهان وجود نداره که پس ایره دیکریپت کنه، ایره دوباره به والی تبدیل بکنه، چون وان وی هشینگ است. و اینجا خب این چه معجزه‌ای کردن که استفاده میشه؟ دقیقا از قوانین ریاضی استفاده شده، از اعداد اولیه استفاده شده، پرایم نمبر، اعداد اولیه. اینجا هیچ راه ریاضیکی وجود نداره که ما بخوایم ایره پس تبدیل کنیم به والی، حتی خودت. اینا خواهد گفتیم که پس چی کنیم؟ همیشه آی را یادتان باشه که ایره بهتان گفتیم، یعنی استرینگ بیت استریم میگیم، استریمی که تولید میشه او همیشه یونیک است در سطح جهان. یعنی هر وقت علی رو شما تبدیل کنید به این نه، به یک چیز شبیه تبدیل میشه. مثلا ها، چه در این کمتر باشه، چه در کمتر خودتان باشه، چه مثال در سرور باشه یا چه در براوزر کروم باشه، یاد فرق نمیکنه. کل در حقیقت یک استاندارد جهانی است و همیشه یکسان عمل میکنه. صحیح؟ این رو با مثال براتون نشون میدم. اما فقط نکته ای که من میخوام حتما یادتون بمونه دیگه، توضیحاتم اگه یادتون بمونه خوب یا نما، ایست که این دو روش وان وی است، یعنی راهی برای دیکریپت کردن و پس دوباره تبدیل کردن به اصلش وجود نداره، هیچ کسی نمیتونه این کار انجام بده. خب یک مثال از هر کدوم ببینین، یه کامنت میکنیم از MD5 و تمام مثال همین استرینگ علی، مطمئنا اینجا فقط یک پارامتر هستان قبول میکنم، استرینگ دایرکت میتین دلتون یا این دایرکت میتین تک واریبل باشه، از واریبل استفاده کنید. و چون فانکشن از ریترن میکنه، وقتی که ریترن میکنه میتونید ذخیره کنید یا میتونید نمایش بدین. ببینید که اینال اکو MD5 و علی براتون چی نشون میده، کاملا یک چیزی که یعنی بر شما به معنا معلوم میشه. هگزادسیمال است میبینید، و MD5 هر استرینگ را به 40 دیجیت نیست، به 38 دیجیت است فکر میکنم، 30 چند دیجیت است، 32 دیجیت هست فکر میکنم. سایز هر استرینگی را که شما برش بتین دی فانکشن دی الگوریتم، او به یک استرینگی تبدیل میشه که 32 رقمی است. این بسیار نکته مهم است. اما در شاوان بازی فکر میکنم به 40 دیجیت تبدیل میشه، رو باز محاسبه میکنم. سایز به 40 دیجیت. پس مطمئن که یزو سکیورتر است. یکی و دیگه ای که ایران ببینین، نکته خوبی که هر دوشان دارن، اینا به طول استرینگ وابسته نیستن. سایز میگیم که در واقع استرینگ لن ایندیپندنت هستن، وابسته نیستن، مستقل هستن. یعنی چه شما تایپ کنید A، ایره دوباره بهمون 32 یا 34 کرکتر خود تبدیل میکنه، اگر چقدر طولانی هم که تایپ میکنید باز ایره بهمون قدر یک استرینگ تبدیل میکنه. اما این هیچ وقت طول ای تغییر نمیکنه، چه یک حرف باشه، چه ده حرف، چه صد حرف باشه، همیشه به این اندازه تبدیل میشه. خب ما یک بار ایره حوصله داریم حساب کنیم چند حرف است؟ راه ساده‌تر شه بگین در PHP. نه کام نیست، او برای اره استفاده میشه. چطور پیدا کنم طول امیره؟ لنت. آفرین، لنت هم نیست. نه لنت چی بود؟ لنت اره استیار لنت، نه از اتا نره استرینگ لنت. میبینین؟ 32 سیز من اشتباه گو؟ نه درست گفتم، بردان شک داشتم بین 32 و 34، اما 32 کرکتر است. خب این در موردی، اگر از شاوان استفاده کنینم امیتی یک حالت است، اکو شاوان و اینجا عینن هم علی رو برش میتونم، ولی این دفعه ببینید که اولا به یک پترن مختلف تبدیل شد، درست؟ مطمئن که با او قبلی فرق داره و دیگه این طولانی تر است. و این هم اگه دقیقا مثل همون روش قبل حساب کنید، این هم 40 کرکتر است.
سعی شد ایم 40 کاراکتر و هر دو اینا وابسته هستن از طول استرینگ. این را بسیار زیاد دقت داشته باشه. مثال میگم که صرف یک را برای ما انکریپت کن سعیست؟ و به این خاطر که امنیتش بالاست و اگه را انکریپت کنن طول ثابت است، خودش تغییر میکنه. خب این هم آخرین حالت، ببینین دوباره را تبدیل میکنیم. شبان علی مو نمیزنم سعیست؟ این یه چیز است. اگر باز اینجا وقتی دیگه نمیم خودتا امتحان کنیم، مثال در صفحه دیگه یک نیو پیج جور کنیم، در اونجا تست کنیم، مثال در فایرفاکس باز کنیم، هیچ فرق نداره، یونیک هست در سطح در سر و سر جام. همیشه علی در پروتکل در الگوریتم شاوان به همیشه تبدیل میشه، امکان نداره که به چیز دیگه تبدیل شه، ولو در ویندوز باشین، در لینوکس باشین، در هر چیزی که هر سیستمی که کار کنیم. صحیح شد؟ فارسی نشه که هم حالت هست، چون در قد باز بهتون تبدیل میکنه یک کلمه. کلگه به همینجاست، یک طرف هست، این بازگشت ندارم. خب اولی رو براتون میگم که اینال وقتی که کوکی میسازیم پس میتونیم چی کنیم؟ نام کوکی خود اختیاری هر چیزی که دارین در قسمت ولیو دایرکت تایپ نمیکنیم. خصوصا همین مثال این رو به همین خاطر زیاد براتون تشریح کردم چون در مثالی که براتون وظیفه دارم که انجام بده حتما اون موضوع هست. شما اگه به این پسورد ذخیره کنین خب اصلا کار درستی نیست. هر کسی که بخش کوکی رو بلد باشه باز کنه خلاص، خب پسورد فامید و این غلط است. هیچ وقت شما نه پسورد پلین تکست نمایش بدین. خب وقت گذشته دیگه، اصلاحش شما اگه میخواین براتون میگم این حالت عادی رو ما میگیم پلین تکست. مثلا پسورد است 123، وقتی که اینو انکریپت میکنین به چی تبدیل میشه؟ به سیفر تکست، که همون تو یک چیزی که دیدین به معنا و پروسه انکریپشنش مفهوم شمی است. رمز کردن نگین، بگین تغییر شکل اطلاعات به طوری که ناخوانا باشه. یعنی حتی هکر اگه خود بکشه زحمت بکشه اون رو پیدام که کنه باز به دردش نمیخوره، چون مفهومش رو فهمیدن نمیتونه کام گپی بشه. اون هم اکسپرشن است. پس اینجا ولیو رو یا مستقیما همینجا میتونین دیفای برش بگین انکریپتش کنین، و یا خب بهتر است مطمئنن که این کار رو در بیرون انجام داده باشه، یعنی قبل از این فانکشن MD5 او پسورد بگیرین اینجا انکریپت کنین. خب مطمئنا منظورم دلار است دیگه. خب چی براتون مینویسم؟ هش پس به شکل اول سانتکس میخواستم بنویسم، آل کامل مینویسم براتون دیگه. اینجا نام کوکی میه و اینجا هم انال او ولیو را قرار بدین هش پس سایز. پس حال پسورد هش شده رو شما ذخیره میکنیم و اگه شخص باز میکنه مثل همون سایت مثال فیسبوک، مثل همون که پیشتر باز کرده بودم در شروع تایم دیدین، اونو مقسم ناخانه ذخیره میشه و کاملا امن است، کاملا معتبر است. گزارش شده که در جهان یک چند دفعه بسیار محدودی MD5 شکسته پروتکلش سایست، یعنی او هکرهایی که به حد نابغه هستند در سطح ریاضی تانستن که او رو یک چند بار هک کنن، اما شاوان از او که سیکیورتر است و این کسی هک نکرده. خب اینو خودتون فکر کنین سعیس، سرش فکر کنین تا روز دیگه ببینم که چی بزن تا میرسه. خب این کارو کردیم، اینا پس چطور ازش استفاده کنیم؟ کلگا به میجست که چطور پس از این استفاده کنیم؟ در حالی که میگیم ناممکن است، ما و شما خواهی چی کلان کلان آدم باش نمیتونه که ایره پس دوباره هک کنه، پس دوباره دیکریپت کنه. شما فکر کنین سرش که خب این چی فایده ای ما؟ مطمئنن که ای از اون پروتکل دیگه که تو وی هستن امن‌تر است، اما خب امن سعی، اما ای که نتونیم ازش استفاده کنیم یک مشکل است. میتونیم مطمئنن میتونیم ازش استفاده کنیم، باز روی یک کمی فکر کنیم. به این فکر نکنید که چطور دیکریپت کنید، دارم میگم نمیشه، ناممکن است. به این فکر کنید که چطور خب ازش استفاده کنیم در حالی که وان وی است. خب سوال اگر داریم آفرین. خب نمیشه که یک از بار دیگرم پاس بگم اگه ایف اگه ایت به چی بود امور ادامه بده به جواب میرسه، اونمو جواب است، اونمو رقم است.